یک ملتی با این همه ویرانی های دوران ستمشاهی و این همه احتیاج به کار و نوسازی ناگهان دشمن حمله کند، همین چیزی را هم که دارد از کار بیاندازد. راهن را از کار انداختن، پالایشگاه ها را از کار انداختن، صادرات نفت را از کار انداختن، کارخانه های آهن را از کار انداختن. خب هر کسی باشد در مقابل یک چنین حرکتی به زانو در می آید. طرف هم که رژیم عراق نبود، همه می دانستن. رژیم عراق به اضافه شوروی، به اضافه فرانسه، به اضافه ناتو، به اضافه کارشناسای آمریکایی، همه و همه اینجا. اگر امام ضعیف بود ممکن بود بگوید دیگه تکلیف از ما برداشته است. خب اینا میخواهند ما خیلی اصرار بر قوانین اسلام نکنیم، خیلی خوب نمی کنیم. اینا میخواهند که ما اسرائیل را باش مبارزه نکنیم، خیلی خوب مبارزه نمی کنیم چون فشار زیاد است، چیکار کنیم؟ امام چنین چیزی رو نگفت، ایستادگی کرد. قطع نامه را هم که امام قبول کرد به خاطر این فشارها نبود. قبول قطع نامه به خاطر امام به خاطر مشکلاتی بود که مسئولین اون روز امور اقتصادی کشور در مقابل روی امام گذاشتند و نشون دادن که کشور نمی کشد و نمی تواند جنگ را با این همه هزینه ادامه بدهد. امام مجبور شدن قطعنامه را پذیرفتند. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود، به خاطر این نبود که آمریکا ممکن است در امر جنگ دخالت بکند. آمریکا قبل از اون هم در امر جنگ دخالت میکرد. وانگهی اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت میکردن، امام رضوان الله علیه کسی نبود که رو برگرداند، بر نمیگشت.